چی هست بچه ها؟ فرد اطمینانش رو از دست میده، به ناتوانی خودش ادغام داره، توانایی حرکت و خلاقیت از اون سلب میشه، به موجودی بی حرکت تبدیل میشه، در نهایت احساس میکنه کلن اوضاع از کنترل خودش. بچه یکی از جالب این چیه؟ کلمه کنترل. کنترل، کنترل روی موقعیت، کنترل روی درست، کنترل روی کار. هر انسانی که کنترل داشته باشه روی عملکرد خودش، روی کار خودش، روی تلاش خودش موفقه. اونی که کنترل از دستش در میره کلن بازنده است. درسته؟ امین حسین تشنت نیست؟ نمیخوای یه نسکافه با هم بخوریم؟ موافق هستی یا نیستی؟ اصلا امین حسین نسکافه خوره، با هم دیگه نسکافه میخوریم همیشه این مواقع. خب بچه مثال زده اینجا، مثلا فیلی که پاش ریسمان بسته شده یا سگ در قفس دستگاه شوک اینجا. یعنی چی بچه ها؟ یه داستان فیله میدونین چیه؟ معمولا توی این سیرکا، توی این جاهایی که حیوانها نگهداری میکنن، یه سری کارهایی بهشون یاد میدن. بهتره بگم یه سری درماندگی ها روشو بهشون آموزش میدن. فیله وقتی خیلی بچه است به پاش تنابه بسیار محکمی میبندن. نه اینکه تنابه محکم باشه، پا رو تکون نمیتونه بده، هر کاری میخواد دور بشه نمیتونه، هر کاری میکنه. این و این بچه فیله بزرگ که میشه، یه ریسمان معمولی هم به پاش ببندی بازم دورتر نمیره، چون یک عمر تلاش کرده، نتونسته درماندگی آموخته شده. من هیچ وقت نمیتونم پامو رو از این تناب جدا کنم، بگه یه تکون بده تناب پاره میشه ها، اما هیچگاه این کارو نمیکنه. یا مثلا بچه ها سگ در قفسی خود طولانیه، بلش کن. اردک ماهی و ماهی های کپور، این اردک ماهی اردک نیست، اردک ماهی و ماهی های کپور، یه اردک ماهی رو انداختن توی یک محفظه شیشه ای، یه سری ماهی کپور هم ریختن. غذای اردک ماهی ماهی کپوره. این هر وقت گرسنه‌اش میشد یه ماهی کپور برم داشت میخورد، اردک ماهیه، یه ماهی کپور برم داشت و میخورد. اومدم بین اردک ماهی این برای محفظه ماهی کپور، اومد بهشون یک محفظه شیشه ای قرار دادن. این اردک ماهی هی میدید ماهی ها رو، هی میرفت سندشون سرش میخواد به شیشه، هر کاری کرد نمیتونست ماهی ها رو بخوره. یه بار، دو بار، ده بار، 20 بار، 100 بار، 200 بار، 2 روز، 3 روز، 5 روز، نشد. خب بعد از 5 روز این در محفظه رو برداشتن، ماهی کپور اومدن زیر این اردک ماهیه، اما اردک ماهی بهشون لب نمیزد، دم دستش بود و گرسنه‌ش هم بود، انقدر نخورد تا مرد. چرا؟ چون آموخته بود هیچ وقت به ماهی ها دست رسی نخواهد داشت. به این میگیم درماندگی آموخته شده. امیدوار هستم شما مراقب این درماندگی باشید. و پایان فصل 7 بچه کنکوری که اینجا هستید، این 7 8 هم دیروز درس دادیم، اوکیه؟ بچه 11 نری برگردی 20 نشده باشی. عزیزم برو بیا پرقدرت، میخوایم کنکور رو شروع کنیم، بهتری کنیم. ببین سوال نمونه سوالهاش، این نمونه سوالهاش باشه با هم کار بکنیم، خیالم راحت بشه. یه چند تا سوال اینجا مونده بود، از اینجا باقی مونده بود. ببین پایین تر خب از نه پایین تر پایین‌تر عالی، خودتون هستین. ببین عزیزم، رقیه جان، رقیه در مورد اثر نهفتگی سوال میکنه. بچه‌ها اثر نهفتگی چی بود؟ زمانی که در حال انجام فعالیتی هستی یا کاری هستی یا مسئله ای رو داری حل میکنی، اگر میبینی دچار مشکل میشی، یک وقفه ایجاد کن، مدتی دست از کار بکش. وقتی دست از کار میکنی، این زمانی که بهش میخوره و این دست کشیدن از کار باعث میشه یواش یواش راه حل ها تو ذهنت و دوباره برگرد بیای. من بو علی سینا رو مثال زدم، گفتم بو علی سینا زمانی که تو یک موضوع علمی گیر میکرد رها میکرد، میرفت عبادت میکرد، عبادت که میکرد تغییر فاز ذهنی ایجاد میشد، مغزش باز میشد، میومد مشکل حل میکرد. این میشه اثر نهفتگی. بله دیروز درس 8 رو تدریس کردم. بله بچه کنکوری، بچه ها بچه 11 که حذف براشون، تا جایی من میدونم خبر دارم حذف براشون. بچه ها یه بار نگه من گفتم، و من دفعه قبل بهتون گفتم ممکنه مدرسه شما حذف نکرده باشه، بپرسین. ولی تا جایی که من میدونم 80-90 درصد مدرسه ها حذف کردن 11 درس 8 روانشناسی رو. خیلی خوب
بریم کجا سوال مونده بود؟ از اینجا مونده بود. مهمترین عوامل نگرش مثبت منفی بچه‌ها اینها بود، درسته؟ سوال 25 ببینیم چی هست. سوال 25 خب کدام یکی از مثال‌های زیر بیانگر کدام یکی از عوامل نگرش می باشد؟ بچه‌ها میتونم خواهش کنم شما بهم کمک کنید؟ الف نیک ویاچیچ، چی بود بچه‌ها بگین؟ نیک ویاچیچ کدوم یکی از عوامل نگرش بود؟ آها مریم گفت، سارا گفت، بگین لطفاً، بقیه هم بگین. بله